اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری. میبینمت بر بام آب و آینه میبینمت، بالا بلند اما بالا بلند اما پروانه جوانی مفقود از یاسهای صبح تنم پرواز کرده است. میبینمت وقتی که شعر من آواز آشنای تو را خاموش میکنه، آهسته مثل رویش نیلوفر نوروز روی چشم تو گل میداد. باران حضور مبهم دل بود در پهن دشت گریه، آن شب که تا سپیده بخواند در جاده های فروردین با آخرین ستاره میهن بدرود کرده بودی. میبینمت از لابلای موج سفر در ساحلی که نامش حتی با شعر من نمیخواند، با یک بغل ترانه برگ عبور آبی و واژه‌ای به تلخی تاریخ سرزمینم، آنجا به روی برگ غریبه چشم مرا میازارد. هر جا سفر توانی کردم ما درهای خانه پدری تا اطلاع بعدی بر روی عاشقان بسته. ای واژه عبور من ای نوروز، میبینمت بالا بلند در آب و آینه، خورشید در حجاب نگاهت پرواز میکند، ایران حضور آتش نوروزی را آواز میکند. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 15 فروردین ماه، 4 مارس، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم 13 به درتون رو خیلی خوش و خرم به سر آورده باشید. او اینکه رژیم لبخند رو بر لبان ملت ایران قیچی کرد، حسین خمینی این رو به ابو خالد اللخام نماینده عرفات گفته بود روی پشت بام هتل لاله. شام میخوردن، روزای جنگ هم بوده، یه خانواده هم اونجا نشسته بودن. به محض اینکه حسین رو میبینن با عمامه لبخندها بسته میشه. حسین پا میشه میگه آقا بخندین من مزاحمت. بعد به ابو خالد میگه نگاه کن پدر بزرگ، من لبخندم از روی لبان ملت قیچی کرد. اما بریم یه 13 به در یه سال قبل از انقلاب رو ببینیم. مردمانی که شاد بودن، اگه ثروت آنچنان هم نداشتن ولی شاد بودن، دزد نداشتن مثل رئیس بانک ملی. حالا براتون نشون میدم این چیز رو. اول بریم 13 به در سال 56 رو نگاه کنیم. جوونه
حالا چی؟ حالا جاده ها رو میبندن که شما نتونید به سیزده به در برید. میگه نه؟ نگاه کنید. سیزده یک هزار چهارصد یک روز سیزده به در راداری دستگول اومده اینجور ورودی های منطقه گردشگری رو میبنده که مردم نرن تفریح. کلن این سیستم با همه تفریحات و شادی مردم مخالفه و فقط برای روزهای عزاداری برنامه دارم، برای شادی مردم برنامه ندارم. امروز 12/1401 اینجا پای جنگلی قرچک 12 از الان دارن اینجا رو میبندن واسه اینکه مردم خوش نباشن. از امروز شروع کردن برای جلوگیری خوشی های مردم. تلخه، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه و میبینه، یه مقایسه میکنه، واقعا مردم همون دور رودخونه کرج، این دوروبر تهران، جاهایی که برای تفریح بود، حتی تو باغ توتی، تو قبرستان مردم میرفتن شادی میکردن، زور کبابی میگرفت، ماست کوزهی حضرت عبدالعظیم، یه راه و فاز دیگری بود، برداشت ها و احساسات به گونه دیگری بود. دیروز توی کلاب هاوس حمید آصفی عزیزم هم اومده بود توی برنامه که یه شنبه من دارم و بسیار خوب صحبت کرد. من هر روز که میگذره بیشتر این جوان روزنامه نگار و تحلیلگر رو بیشتر علاقه من بهش میشم. و از جمله چیزهایی که گفت خیلی روشن بود. خب یه نفر سوال کرد آقا جمهوری اسلامی مثلا جاده ساخته، گاز کشید؟ خب بله، معماری کرده، کلنگ زده. و من همیشه میگم تمام اینا برنامه قبلی بود، اینا اومدن عقبش انداختن. متروی سال 60 رو 10 سال عقب انداختن. پروژه بوشهر رو، اتمی بوشهر رو 30 سال عقب انداختن. میلیارد ها پولم تو جیب روسا کرد. این رژیم مثلا رژیمی نیست که بشه یک ذره نقطه مثبت توش دید. چه نقطه مثبتی؟ آقای خاوری 3 میلیارد میدوزه، پا میشه میره. ممنونم از چارانی عزیزم، این معلم نازنی که این تصویر رو برای من فرستاده بود، کردیتش مال اونه، من نداشتم، که عروسی دختر آقای خاوری در کانادا، در کانادا پولش از کجا آمده؟ پول شماها رو دزدیده، پول شما رو زده جیبش رفته. و لعنت به جمهوری ولایت فقیه که دزدی رو یاد داد. سید علی آقا نمیاد محکوم کنه، دزدی رو محکوم نمی کنه چون تو دفتر خودش هستن. همونجا نشستن پسر آقای محمدی گلپایگانی چیکار میکنه؟ آقای وحید حقانیان اخویشون تو لندن حراج مرد، واقعا شرم‌آوره، کار زمان مغولا، حراج مرد، عروسی دختر آقای خاوری در کانادا.
حاج آقا هم منتظر بودن عروس داماد و خوش آمد. شما فقط یک لحظه تصور کنید، این آقای خاوری نماز جمعه میرفت، تحریش میذاشت، با ماشین میزد ریششو، دلار راست میشد، دست آقای خامنه‌ای رو میبوسید، سر قبر خمینی گرگه میکرد. همه اینا رو دیدید. این دخترها رو با اون لباس جلف رو دیدید در رو عروسی. حالا شما برگردید خاندان سلطنت پیشین ایران رو ببینید، عروسی شاهزاده رضا پهلوی، جشن‌های خانوادگیشون و نوروز و لباس‌هاشون رو ببینید، لباس‌های بچه‌ها رو ببینید، پرهشمت اعتبار و منزلت ایرانی رو حفظ کرده. اون وقت این تازه به دوران رسیده های نونوار شده های دزدی در جمهوری ولایت فقیه که صبح تا شبم صلوات میفرستن، تسبیح میاندازن، این داستان عروسی بچه شد. اون یکی سفیرشون صبحانی چه آلوده بود و چه اخیراً چند تا چیز دیگه برای من فرستادن، حمید عزیزم یه سری فرستاده، خجالت میکشم براتون پخش کنم. نگاه کنید آقای خاوری در خدمت کی؟ رئیس دزدا ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیراز. نه نه نظر بگیر. حالا اجازه بدید یه سری بریم به 12 فروردین سال 58، روز شومیه. من واقعا پیشنهاد کردم تو تاریخ اینو به عنوان روز نکبت، روز شوم، این باید مسجل بشه و آرزو میکنم بعد از رفتن جمهوری ولایت فقیه ملت ایران این روز رو به عنوان روز شوم چنگ انداختن مغولان تازه بر ایران این رو بیان ثبت کنن در تاریخ. در این روز با کلک و حق بازی از مردم بله گرفتن. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ رفراندوم ببینید. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ آلترنتیف چیه؟ جمهوری اسلامی باید بذاشتید، حکومت سکولار دموکرات. وقت میشد گفت که مردم رأی داد. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ تو اون فضای عصبی عجق وجقی هیجانی خمینی تو ماه این کلک و حق بازی رو زدن. کلک بود دیگه با حق بازی. حالا بانویی که رأی منفی داده همونجا در برابر دوربینشون و آقای صابر ببینید چه میگه. ممکنه بپرسم که رأیتون چی بوده؟ نه. ممکنه دلیل چی بگید؟ خب هر کسی یه دلیل داره، منم دلیل شخصی خودمو دارم که الان نمیتونم بگم چرا. میتونین بگین که دلتون میخواست به چی رأی بدین؟ جمهوری دموکراسی. میدونین چرا میخواین به جمهوری دموکراسی رأی بدین؟ به خاطر اینکه من آزادی خواستم، دوست دارم آزادی بیان داشته باشم، آزادی فردی داشته باشم، آزاد اصلا کلا آزاد باشم، آزاد زندگی کنم واسه خدا. فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی آزادی رو میده به شما؟ والا من نمیدونم اصلا جمهوری اسلامی چی هستش. اگه توضیح میدادم درباره جمهوری اسلامی همونطور که هست، بعد میتونستم تصمیمم بهتر بگم یا بندازم توی این صندوق آراشون. اگه قبلا مثلا این کتاب قانون اساسی رو چاپ کردم و پخش کردم بین مردم که مردم بدونن باید به چی هستش، آدم راحت‌تر میتونست بده، ولی الان که من نمیدونم ترجیح میدم نه و بگم. شما اقلیه؟ بله. در خیلی جالب مصاحبه به یه نوع بازجویی تبدیل میشه، میخواد ازش یه جمله بگیره که بعد بتونن گریبان این بانو رو بگه که حتما هم مطمئنم از ادارش بیرونش کردن. آقای دکتر یزدی، آقای حسن روحانی تعریف کردن که چجوری رفتن تو ارتش و رفتن اونجا زنای بیهجاب رو طرد کردن بیرون ریختن. اینا همشون مثل همن، اینو یادتون باشه. بله. و این بانو هم با دلاوری میگفت که بله اینا همش بی ربط. خود خمینی هم رفت رأی داد، اما انقدر لیاقت نداشت که پیاده بشه در برابر مردم. نگاه کن رأی دادنش. امام به صندوق ریخته میشه،
که سطح جمعیت تکرار میکنم بینندگان عزیز، امام نتوانست از ماشین پیاده بشن و رأی ایشون و حجت الاسلام سید احمد خمینی توسط دیگران به صندوق انداخته شد و امام محل را ترک میکنند. امام برای دادن رأی خودشون به پای صندوق شماره 30 خیابان چهار مردم قم آمدند، اما به علت کثرت مردم و ازدحامی که در مقابل ماشین ایشون شد و چند بار کوشش برای توقف اتومبیل و پیاده شدن امام که بیان پای صندوق و رأیشون رو بدن موفق به اون کار نشدن و آخر حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی و حضرت حجت الاسلام سید احمد خمینی شناسنامه‌هاشون از درون خیلی جالبه. گوینده تلویزیون داره مردم رو دعوت میکنه که بیان رأی بدیم. خیلی جالب. داستان‌ها دیدیم ما. 43 سال بعد تمثال و تصویر خمینی در قم در پایتختش به آتش کشیده میشه. همینجوری یه توضیح بدم. تو بعضی خبرها اومده بود تصویر آقای بروجردی رو هم به آتش کشیدن. چرا بروجردی؟ مگه بروجردی در جنایت خمینی دست داشت؟ او سالها پیش رفته بود. او آدمی بود که در 28 مرداد خطر کمونیستا رو درک کرد، جانب پادشاه رو گرفت، حس کرد که ممکنه اینا بخوان دامی برای دکتر مصدق بچینن و اون زنده یاد رو ببلعن، کما اینکه این کارها رو در چک کرده بودن، بعدن با دوپ چک کردن و نمونه های دیگر. در حال بروجردی چه گناهی داشت؟ نه دیگه ببینید، چون عکسش دم دست بود نباید ببینید ناصر ابوالمکارم آتیش بزنید. اینهایی را آتیش بزنید که باعث ثبات این رژیمن. اون مردک دیوانه بیمار در مشهد که حالا سراغش خواهم رفت، پدر زن آقای رئیس جمهورشون، عکس او را آتیش بزنید. فراوان هم از علم الهدا همه جا هست. مرحوم بروجردی صاحب شأن و احترام بود و هرگز بروجردی حمایت از خمینی نکرد. بروجردی داد با لگد و تیپا و پس گردنی نواب صفوی و خلخالی رو از اتاقش بیرون کرد. تو میدونست اینا کیه؟ خمینی رو راه نمیداد. با آقای منتظری خوب بود، منتظری میرفت شاگردش بود، ولی خمینی رو راه نمیداد. حالا ببینید در قم تمثالش و مجسمش رو آتش میزنن، همون مردمی که حالا پدراشون عکس آقا رو در ماه دیدن. نگاه کنید. آتیش زدن تندیس خمینی؟ بله. بانوی نازنین ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، فرزندش رو کشتن، همسرش رو به زندان بردن. شرحی میده از غارت مغولان از منزلش. گوش میده. 12 فروردین 1401. مادر پویا بختیاری هستم. این اتاق رو قبلا هم بهتون نشون دادم. شاید تعجب کنید که چرا تا امروز، حتی با وجود عید نوروز و خانه تکانی عید، من دست به این اتاق نزدم و این اتاق رو مرتب نکردم. این اتاق 18 بهمن وقتی که من به ستاد خبری احضار شده بودم و در نبود من نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در خونه من رو شکستن و وارد این اتاق شدن و این اتاق رو به این شکل درآوردن، تا امروز یعنی 12 فروردین این اتاق همین شکلی باقی مونده
و قصد ندارم اینجا رو مرتب کنم. این سند و مدرکی برای نشان دادن رذالت و پستی یک حکومت نامشروع و غیرقانونی و بیدادگر و ظالم. پسر من رو کشتند و اتاقش رو به این شکل در آوردن. این نشان دهنده شرمساری و شرمگینی شونه. چی بگم؟ دنیا این فیلم رو نگاه کنه، راجع به حکومت جمهوری اسلامی قضاوت کنه. اونهایی که با این حکومت و عمال این حکومت دست دوستی میدن و مصافحه و مسامحه میکنند، یادشون باشه دارن با کی دست میدن. کسی که پویا بختیاری رو میکشه و میریزه خونه من و اتاق پویا رو به این شکل در میاره. امروز از نظر من روز جمهوری اسلامی نیست. امروز روزیه که متاسفانه 43 سال پیش مردم ایران بزرگترین روز واقعا جمهوری اسلامی، مردم ایران بزرگترین جنایت رو به خودشون کردن. به خودشون کردن، رژیم جهل و جور و فساد رو بهش مشروعیت دادن. ولی مشروعیت خیلی وقته که سلب شده. خون پویا بختیاری، نوید افکاری، سهراب، دونه دونه شونیم، سهراب پروین خانوم، ندا آقا سلطان، اینا یعنی ضد مشروعیت سید علی خامنه ای و دار و دستش و آقازاده هاش. حضور تو از کنم که خیلی آتش زدن تمثال خمینی در 12 فروردین برای من خیلی پرمعنا بود، خیلی پرمعنا بود. نشانه ملتی که اراده داره و از پادر نمی. گفته بودیم به مسائل سیاسی و روز و ایران و جهان هم بپردازم حتما. من بخش اول برنامه رو میذارم تو همین رویدادهای این چند روزه که برامون جذابیت داشته. صحبت های عبدالرسول مرتضوی هم جای یه جانباز جنگی، یک آزاد مردی که اسمش در اون فهرست 14 نفر که از سید علی خامنه‌ای خواستن استعفا بده اسمش هست. اول پیام او رو بشنویم و بعد پیام یک آیت الله رو در قم که به سید علی آقا میگه برو استعفا بده، پدر مردم رو در آورد. اول صحبت‌های مرتضوی عبدالرسول میشه. ایستادگی مدنی سراسری، راه گذار از دیکتاتوری. سخن من در این گفتار در یک جمله خلاصه میشود. ما ایرانیان برای رسیدن به آزادی باید با ایستادگی مدنی سراسری آخوندها و شخص خامنه ای را به طور علنی بدون ترس و به دور از هر گونه خشونت به خاطر ناتوانی در اداره کشور، سوء استفاده از قدرت و برقراری حکومت استبدادی مورد نکوهش و بازخواست قرار دهیم و خواهان کنارگیری رهبر و حذف روحانیت از حکومت شویم. اما شرح این سخن چنین است. مردم ایران بارها موفق شدند که به واسطه ایستادگی مدنی سراسری جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی کنند. استفاده گسترده از ماهواره به رغم ممنوعیت قانونی آن، عبور از محدودیت‌های حجاب اجباری با وجود برخوردهای شدید گشت ارشاد با زنان در خیابان و مقابله پیگیر با کنترل فضای مجازی از جمله مواردی است که مردم حکومت را وادار به تسلیم کرده اند. در تمامی این زمینه ها عده‌ای از شهروندان با تحمل هزینه هایی همچون جریمه، مصادره اموال، پلمپ واحدهای صنفی، بازداشت و زندان راه دشوار کسب آزادی های اجتماعی را هموار کردند، به گونه ای که حکومت را از نفس انداختند و حقوق شهروندی خود را تثبیت نمودند. دیش های معدوم شده ماهواره
به سرعت جایگزین گردیدند. روسری ها باریکتر و خب حالا این فقط یک مبارز زندانی نیست که اینجور صحبت میکنید. خامنه ای برو استاد حوزه علمیه قم ببینید چه میگه. استاد حوزه علمیه قم از خامنه‌ای خواست استعفا دهد. محمد زکایی استاد حوزه علمیه قم در مقاله‌ای بی سابقه از تمام آخوندهای حکومتی خواست تا از قدرت استعفا دهند و امور را به مردم واگذار کنند. این استاد شناخته شده حوزه علمیه قم که پسران خامنه‌ای شاگرد او بودند گفته اخیراً مشاهده شده در فضای مجازی از مرگ روحانیت ابراز شادی می‌شود. دلیل این شادمانی از مرگ یک انسان چیست؟ کجای دنیا مردم یک کشور از مرگ یک انسان ناشناس چنین به وجد می آیند؟ آیا مرگ یک انسان می تواند شادی بیاورد؟ اگر دقیق شویم در می یابیم شادی مردم از مرگ یک انسان نیست. شادی آنها از مرگ یک عقیده و یک تفکر رادیکال است که خود را در قالب شادی از مرگ یک نماد آن تفکر به نمایش می گذارد و این برای آینده آن عقیده بسیار خطرناک است. در آینده ای نچندان دور با خارج شدن نسل‌های گذشته دهه 40 به پایین از زندگی، دیگر اعتقاد به مذهب در بین نسل‌های جوان چون دهه‌های پیش امر رایجی نخواهد بود و شادی امروز مردم در مرگ یک روحانی اولین نشانه‌های مخالفت عمیق و قلبی مردم با ایدئولوژی سیاسی حاکم است. درصد قابل توجهی از مردم عامل فقر و بیچارگی و گرفتاری خود را در این ایدئولوژی می‌بینند و با مرگ هر نفر از روحانیت شادی خود را بروز می‌دهند. به نظر می‌رسد سیاست و حکومت به نام دین آسیب فراوانی به دین و مذهب در کشورمان وارد ساخته است. هر کدام از ما متوجه فاصله گرفتن از اعتقادات مذهبی در بین آحاد مردم شده ایم. تنها راه نجات دین و مذهب از آسیب بیشتر خروج روحانیت از پست‌های حکومتی سیاسی و پرداختن به مسائل اعتقادی جامعه است که البته دیر شده و بسیاری از افراد نسل های 50 تا 90 بدون مذهب و اعتقاد دینی هستند. چیز روشن نیست. اینا قبل از انقلاب یا آبروکی داشتن. محترم بودن. من بارها اینجا بهتون گفتم واقعا وقتی مرحوم پدرم یکشون میدید میگفت ماشین نگردن که سوارشون رو برسونید. من که آبرو براشون قائل بودن. اعتبار براشون قائل بودن. خب یه مقدار تصویر من نادرسته. به اجازه بدید رنگ کوتاهی کنیم، ترانه پخش کنیم، دوباره برگردم راجع به کلی مسائل سیاسی روز. خب با درود دوباره دریا دادور خواننده اپرامون به این زیبایی یک ترانه قدیمی بکنم مرحوم شمس خونده بود نمیدونم یادم نیست درست، ولی بسیار زیبا بود این ترانه. بند بندش در گوش من زنگ زد، یعنی یادم. حضور تنس کم این ماجرای اسپری فلفل به چشم بانوان زدن، بعد با اون منظری که آقای علی بر چیز آقای ورزشکار معروف ما که فوتبالیست صاحب کرامت و صاحب درآمد، خب خدا انشالله بیشتر بشه، علی دایی رفت توی قطر اون بالا و خب خیلی جست قشنگی هم بود و بعد اظهار نظری هم که راجع به بانوان کرده بود به هر حال باید تقدیر کرد چون او از معترضان نبود و اینا رو باید به نظر من تشویق کرد. یه ورزشکار نباید بشینه به نیمی از ساکنان کشورش رو محروم بکنه از ورزشی که دوست داره. خب قرعه کشی هم شد، ایران هم افتاد با انگلیس و آمریکا و حالا قراره یک کشور دیگه شاید نمیدونم اوکراین باشه یا یک کشور دیگه. بعد اینجا هی شایع کردن که اگه ایران محروم بشه ایتالیا میره، ولی الان محروم شدن خیلی مشکله چون سیستم بندی شده، اینا هم دارن به فیفا باج میدن رشوه میدن که نه آقا این یه اتفاقی بوده که این امام جمعه نادان جاهل فاسد اون اونجا را انداخته نماینده ولی فقیه و اینا همه از کجا پا میشه؟ دستورات مقام معظم مشهد رو خواستن فرهنگ زدایی بکنن، مشهد رو خواستن از آواز تهی کنن، یک ناله مستانه زجایی نشنیدم، ویران شود این شهر که میخانه نداره. مشهد جایگاه خود شد، مقام مذهبیش هم داشت، ولی در این حال یه شهر زنده بود. آخه یاد نعمت‌زاده بخیر با اون موتوراش میمد و
فرزندانش هم پارتی میگرفتن خیلی زیبا. هتل باختر یادش بخیر، مدیر نازنینی داشت. چقدر شهر با صفا و زندگی. و اینا چی کار کردن؟ چی کار؟ شما یه سر وکیل آباد میرفت، همین سیزده بدر خود ما یه سر وکیل آباد بچه بودم. باری ببینیم آقای علم الهدا درباره بانوان و فلفل چه غلطی میفرمایه. این هم که میگن فیفا مجبور کرده بایستی زنها در تماشای بازی فوتبال شرکت کنن، اینم شیطنت ها و رزالت هاییست که یه عده بیدین ضد انقلاب خارج نشین رفتن انجام دادن و فیفا رو تحت تحریک کردن. والله فیفا بیکار کار نداشت. میدان چمن فوتبال و بازی فوتبال جای هیجانه. شما که مردید اونجا میری چقدر هیجان پیدا میکنید؟ خب طبیعیست یه خانومی که یا ده تا خانومی که اینها از نظر عاطفی، از نظر احساسی به مراتب از مردها حساس ترن، هیجان بیشتر پیدا میکنن. این هیجان بزو و روز و ظهورش رو مراجع تقلید میگن حرامه. صدای زن بلند بشه، حرارات زن در مقام اون مراجع تقلیدی که گفتن حرامه غلط کرد. اون مراجع تقلیدی که شادی زنان رو من میکنن غلط کردن. شرشون رو بکنن از سرزمین ما برن. آقای حسن نصرالله که گفت اینا هیچ کدوم ایرانی نیستن، قریشی اصل. خوشون برید، برید از مملکت ما، برید از کشور. اینجا کشور جمعه، اینجا کشور کوروش کبیره، کشور نادره، کشور رضاشاست، کشور شما نیست. شما اینجا چیکار دارید؟ پاشید برید به گورستانه، برید وادی السلام، همونجا بخورید و بخوابید و بمیرید. ببینید کار به جایی میرسه که مقتدا صدر میاد میگه آقا این استخون حکومت رو میندازم جلوی سکای واوا میکنن برای جمهوری اسلام. من میکشم کنار، من نیستم. و این خیلی برای من جالب بود، این حرفای مقتدا صدر. بالاخره پسر یه مرجعه که خمینی هم به کشتنش داد، اون هم خمینی به کشتن داد، خمینیسم به کشتنش داد، مرحوم صدر اول رو خمینی به کشتن داد و این صدر دوم هم مفهوم خمینیسم، تبلیغات رژیم. اول ما گفتیم این با صدام ساخته، صدامیه، صدامیه، اینا رو بهش گفتن. ولی او به هر حال به نظر من ایشاد و جانشم داد و تسلیم این. اما رضا صادقی عزیز من نگاه دیگری داره غیر از علم خدا. ببینیم چه میگه. که ما مردا میگیم چرا زنها رو راه نمیدین توی ورزشگاه؟ میگیم دیگه، ولی وقتی که راه نمیدن خودمون میریم تو ورزشگاه. مشکل ما ایرانی ها این هشتگ هاست. سلب مسئولیت با هشتگ، سلب مسئولیت با پست و استوری. آخه رفیق من، اگر دوست داری زن بره توی ورزشگاه، بگید آقا تا وقتی که این دخترای این مملکت نرن توی ورزشگاه و ما هم حرمتشون رو نگه میداریم قطعا، اگر اینا نرن ما هم نمیریم. میکنن این کارو؟ و سلام. جمله احمقانه این که پشت سر هر مرد موفق یک زن موفق، چرت میگی. جلودار هر زن موفق، مرد موفق یک زن موفق، اون باعث آرامشت شده که تو بتونی تکون بدی. و حالا غیر از این بود رو هوا بودیم. درود رضا جان، درود عزیزم، درود به درکت و عاطفت و احساس. حالا خیلی جالبه، آقای رحیم پور از قدی فیلسوف نظام جمهوری و اتفاقی، ببینید او درباره آخوندها چی میگه. اینم شنیدنیست به نقل از قرآن. قرآن دو جا توهین کرده، هر دوتاش هم به آخوند، هم سگ هم الاغ، هر دوش فقط به آخوندهای فاسد گفته. به کسی دیگه خدا اجری شمشیر از او نبسته. تعبیر
سگ هار و یکی هم اولاغی که بارش کتابه. خداوند دو جا این ادب ظاهری رو گذاشته کنار، دیگه فوشا رو کشیده. هر دوش راجع به روحانیون فاسد ادیانه که یا اهل دنیا هستن یا در خدمت اهل دنیا هستن و میگن آخرت به خودشون اصالت دنیا. خیلی قیافه آخوندا دیدنی بود وقتی این داشت میگفت. تو قرآن هم گفتن خبیث‌ترین اینا همه آخوندن. قیافه دیدنی آخوندا خیلی جالب. خب بریم سر دو سه تا موضوع رو براتون اشاره بکنم که خیلی مسئله مهمیه. یکی این که نقاطی که روسیه پوتین به اجبار با غلط کردن و اعلام نکرد، حالا غلط هم خواهد کرد، ازش خارج شد. فقط ببینید این استالین کوچولو بی سیبیل در اونجا چه جنایاتی رو مرتکب شده. فقط نگاه کنید ویرانه ای که این مردک از خودش به جا گذاشته وقتی عقب نشینی کرد. نگاه پرزیدنت زلنسکی میگه این جنایات عاملی شده که آدم نتونه مذاکره کنه. شما با جنایتکاری داری مذاکره میکنی، یک کشورتو ویران کرده، سرزمینتو نابود کرده، گوچاره ببینید چیکار کرده. پیر مردی عمر اینجا زندگی کرده، خونش بوده، خانم ترانه علی دوستی حالا اوکراین که اشاره کنم بهش، اظهار دلتنگی کرده بودی اون پیشه برجسته و نازنین از نوع برخورد دستگاه حکومتی با مسئله آزار زنان در سینما. این که ایش روشنه، دوست کارگردان من برام شرح میداد که بعضی از این اوباشی که به عنوان سرداران سپاه وارد کار سینما شدن فقط یه هدف داره و اون زنانی که مقاومت میکنن طرد میشن، از سینما بیرون میشن. اینا جز یادداشتی بود که گفتم حتما بهش اشاره بکنم.
خبر مهم دیگر آن چیزی است که در پاکستان داره رخ میده. اینو دقت کنید. آقای عمران خان استیضاحش کردن ولی نتونستن رأی بیارن. عمران خان مجلس رو منحل کرد. آقای قریشی گفت بله، این عمران خان گفت یه توطئه‌ای در کار بوده. و روزنامه جنگ و بقیه نوشتن که آمریکا برنامه ریزی کرد که عمران خان رو براندازد. آقای قریشی گفت نه، همچی چیزی نبوده. ولی به هر حال عمران خان اگر امروز از سیاست پاکستان خارج بشه، آنهایی که به عنوان آلترنتیو میتونن بیان، یکی پسر خانم بوتوس و دخترش و بقیه هم کسایی هستن که به خاندان نواز شریف و دزدان دیگر تعلق دارن. و عمران خان به خاطر اون روحیه ورزشکاریش و کارهایی که تو این 3-4 سالی کرد محبوبیت زیادی به دست آورد. چیزی که به اون لطمه میزنه این حمایتش از طالبان. بعضی از دوستانم به من میگفتن آقا چاره نداره، چاره نداره، مجبور از طالبان حمایت کنه چون خودش با این جانورا در کشور خودش دست به گریبان و این براش خیلی تلخ و درد داره. ولی به هر حال پاکستان اوضاع آرامی نداره. فکر کردن افغانستان رو میذارن تو چنگ گرازهای طالبان، خودشون هم نفس راحت میکشن، بعدم اون منطقه پشتونستان رو بالاتر میرن و نوار میکشن و مرز پاکستان و مرز افغانستان و چین رو هم از آن خود خواهند کرد. دکتر نجیب الله جان داد ولی حاضر نشد این قرارداد ننگین رو امضا بکنه. اینا رو تاریخ ثبت میکنه. باید بدون هر روی دیدم تو خبرها که یکی از فرزندان پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهر شاه که واقعا یکی از مردان برجسته سرزمین افغانستان 40 سال پادشاهی کرد، آرام بدون کشت و کشتار، دموکراسی در کشورش بود و واقعا محمد ظاهر شاه و پادشاه فقیده ایران چقدر او رو دوست داشت و چقدر کمک کرد. نامه هایی هست علم هم بهش اشاره میکنه که سفیر ایران در ایتالیا مینویسه بله این خونه رفتیم دیدیم مثل این که ظاهرشاه خوشش نیومد. پادشاه فوراً دستور میده که برید و اون منزلی رو که پادشاه میخواید براش بخرید. مقرری میذاره، کمک میکنه. عجیب اون مرد و خودش باید در اون قربت باشه. محمد نادر ظاهر سومین فرزند محمد ظاهر شاه. محمد ظاهر شاه رو با شالاتانی بله گفتن که شما بابای افغانستان باشید. بابای افغانستان. ایشون و ملکه هومرابیگم 6 پسر و 2 دختر داشتن. محمد نادر ظاهر دوشنبه در شهر روم درگذشت، همون خونه‌ای که پادشاه ایران براشون خریده. و خیلی برای من جالبه که آمریکایی‌ها نمی‌خواستن محمد ظاهر شاه به کابل برگرده، نمی‌خواستن پادشاه بشه. آقای خلیلزاد دشمن اصلی او چون فکر می‌کرد خودش رئیس جمهور بشه، نمی‌خواستن. حامد کرزای نمیخواست و آمریکایی آدمشون حامد کرزای بود، واسن او باشه. جلوی پادشاه رو گرفتن در حالی که او اگر پادشاه برمیگشت به سلطنت جمهوری اسلامی دیوانه شده بود. هر روز توطئه میکردن با آمریکایی امتیاز میدادن که محمد ظاهر شاه برنگرده. ولی او اگه برگشته بود ملا عمر طالبان هم میمد دستشو میبوسید. پادشاه جایگاه ویژه‌ای داشت، از محمد ظاهرها بود، پدرش مردی بود که اومد افغانستان رو از چنگ طالبان اون زمان بچه سقا نجات داد. محمد نادر شاه و افغانستانی ها یادشون نرفت و حالا گرفتار نوروز امسال افغانستان واقعا افسرده بودم. دوستی دارم افغان که بیزینسی نزدیک منزل من داره، گاهی میرم پلوش میشینم درد دل میکنم.
یه ساعت میشیم یه قهوه میخوریم هر روز. عشق میریخ و میگفت هیچ وقت این شرایط، حتی اون زمانی که طالبان برای چند سال مسلط بودن، جاهایی در افغانستان آزاد بود. الان گفتن یه مقدار از ارتش ملی پیوسته به احمد مسعود. امیدوارم روز به روز احمد مسعود قدرت بیشتری داشته باشه، اعتبار بیشتری داشته باشه و بتونه در برابر این جانورا، واقعا واقعا جانورم بهشون میگم بدتر، در برابر اینو مقاومت کنه. اخیرا عراق خیلی جالب بود برای من. سر و دست میشکستن اینا که بله بریم شب احیا رو در عراق باشیم. عراقی اومدن گفتن نه آقا جان، شما که واکسن ایرانی داده باشین جاتون اینجا نید. ما فقط فایزر رو، مادرنا، آسترازنکا و جانسون و سیروفارم و سیرواک رو قبول داریم. واکسنای ایرانی و اونایی که ایران و روسیه اینا رو هیچ کدوم قبول نید. بلد جالبه ها. دولت عراق اینا البته دولت آقای مصطفی کاظمی با دولت نوکرای جمهوری اسلامی خیلی فرق میکنه. مصطفی کاظمی امروز نمادی از استقلال عراق و ایشتاده داره مبارزه میکنه. امیدوارم موفق بشه، امیدوارم واقعا ترکیبی رو ببینیم در فردای عراق. آقای دکتر برهم ساله یکی از برجسته ترین مردان عراقه، وطن پرست، یک کرد مبارز، یک کردی که همه عمرش برای آزادی تلاش کرده و همون زمانم که شغلی نداشت، معاون نخست وزیر نبود، رفت در سلیمانیه دانشگاه آمریکایی رو باز کرد. الان چند هزار فارغ التحصیل داشته و هنوزم شاگردانش بهترین فارغ التحصیلان در عراق است. خب یه همچین شخصیتی نباید رئیس جمهور عراق باشه. آقای بارزانی میره یه آدم گمنام فقط برای اینکه با برهم ساله مخالفت کنه. درست نیست آقای بارزانی، شما دیگه همه جای کردستان رو داری دیگه، چه میکنه؟ من شنیدم که نیچیروانم رئیس دولت موافق بر اینه که آقای برهم ساله باشه. خب خیلی جالب هم است، آقای هوشیار زیباری که اومده نامزد شده بود دیوان عالی عراق به خاطر استیضاحش در مجلس گفت و صلاحیت نداره و اونم پیگیرش نشد. اتفاقا این نشانه هوشمندیش بود، چون پیگیرش میشد سند رو میشد میومد، اینا همه باعث آزارش میشد و این خیلی بد بود. آدم محترمی بود که رفت. نکته جالب اینه رهبر حزب الله و جنبش عمل یعنی حسن نصر شیطان و آقای نبیه بری میلیاردر رئیس کل مافیا در آفریقا، بله ایشون پمپ بنزین ها و سرعت هایی که در آفریقا دارن خدا میدونه، یه وکیل ساده. امام موسی ساعت هیچگاه قبولش نداشت، حسین الحسینی رو قبول داشت همیشه. یه آدم شریفیه این مرد، راستگو و درست. باری وقتا خیلی جوون تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شد، آقای نبیه بری هم اومدن با کمک سوریه قبضه کرد، الان 30 سال رئیس مجلس لبنان. چه کرده برای لبنانی؟ هیچ. گفتن که آقا پیشنهاد ایران رو بپذیرید، بیاید سریع، میخوان دو تا نیروگاه برقی درست کنن برای ما، ما بریم بپذیریم، ازشون هم خیلی سپاسگزاریم. عجیبه. برای من که در خود ایران پولی رو که از انگلیس گرفتن قرض نکردن، بدو بدو رفتن به نوکراشون دادن. توی خبرهایی هم که می دیدم مسئله یه برجام به یک پیچ خیلی خطرناکی افتاده. همه تو منتظر بودی آقا قبل از عید امضا بشه، حالا بعد از عید، قصه این نیست. حکایت الان بالاتر از این، کنگره و به خصوص تعدادی از سناتورها مصرن برای اینکه سپاه پاسداران تروریست خانواده های بسیاری رو در امریکا در عزای عزیزانشون نشونده، بسیاری از چهره های برجسته نظامی آمریکا رو به قتل رسونده، در لبنان
در عراق، در خبر عربستان سعودی. و اینا قابل پذیرش نیست که آقای جو حسن بایدن بیاد یه خط بکشه روش بگه سپاه جانم، من نوشته بودم دو مقاله، بزرگترین حامی سپاه جو بایدن. بسیارم متاسفم که آقای جو بایدن رفیق سینه چاک سپاه پاسداران شده. به من میگن آقا وقت تموم شده باید خداحافظی کنیم. اما اینو بهتون بگم، مسئله برجام به این شکل به هیچ جا نخواهد رسید. چیزی رو امضا بکنن یک شبه اتفاق سست رو به زوال خواهد بود که از همون اولی شد که بهتون گفتم، یادتونه گفتم یه شبه اتفاق نیمه اتفاق فقط برای که سید علی آقای مقدار پول بگیر. و آخرین خبر و آخرین نشان، دو مقام محلی در شهر ماکو خبر دادن که ستاد امر به معروف نهی از منکر دستور داده در شهرهای آذربایجان نان بربری که نماد صبحانه است در روزها شیفت صبح تعطیل بشه. نظام جمهوری جهل و جور و فساد با نون بربری هم جنگ. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم با سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما در پناه پروردگار عاشقانه.